مسلمانم و به اسلامم افتخار می کنم. مردمان جمع شدند و نفسها شتاب گرفتند. از دنیا هیچ چیزی نمی خواهند مگر نصب نمودن خدایشان. دست همت را بر کمر زدند و به شدت کوشیدند. زدن بر سر خدایشان همچنان ادامه دارد. چه کار می کنند؟ این گروه که شما الان مشاهده می کنین از عجیب ترین چیزهایی است که من دیدم. پرستندگان آلت تناسلی مردانه، شیوا پرستان، بیش از 50,000 نفر در یک جا جمع شده اند. مرد، زن، پیر، جوان، کودک با موهای سفید و سیاه، همه جمع شده اند برای عبادت این چیزی که براتون ذکر کردم. قبل از اینکه این قسمت رو ببینین، دو چیز رو ازتون میخوام. اول اینکه با تمام وجود خداوند را سپاس بگید و به خاطر نعمت اسلام. و دومین چیزی که ازتون میخوام اینه که اونا میگن و ما عین گفته های اونا رو به شما میگیم. میگن که به ما نخندین، اگر خندیدین به ناتوانی جنسی مبتلا میشید. بگویید الحمدلله به خاطر نعمت اسلام. ضربه‌زنندگانی متفاوت و مختلف، و آنچه اینجا ضربه میخورد یکیست. بعد از مشورت و جدال با طناب آن را بستند. مردم بیش و بیشتر شدند و همه خود را آراسته کردند و به پیشگاهش دعا کنند که شاید اجابت شود. هر کس خدا را یافت چه چیزی را از دست داد، و هر کس خدا را از دست داد به چه چیزی دست یافت. ای برادر و خواهر مسلمان، قدر خود را بدان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر کعبه سنگ به سنگ خراب گردد و به دریا ریخته شود، نزد خداوند آسان تر است از این که خون مسلمانی به ناحق ریخته شود. پرچمهای سفیدشان بالا رفت که بلند شو، ما منتظریم که تو را پرستش کنیم. کم کم از زمین بلند شد و پرستندگانش آمدند تا آن را بلند کنند. باران شروع به بارش کرد و انگار که ابرها می گریند و دنیا آه و ناله می کند. از زمین بلندتر شد و حاجتها به درگاهش بیشتر شد. وقتی خدایشان را از زمین بلند می کردند، از خودم پرسیدم از عصر تا غروب خورشید در حال بالا کردن خدایشان هستند. اگر در این حال بیماری سراغشان آمد، از چه کسی می خواهند به چه کسی پناه می برند؟ اگر به خانهش برگشت و دید پسرش مریض است، از چه کسی شفا می خواهد؟ بعد از ساعتها که معبودشان را بلند کردند و آن را نصب کردند، چیز عجیبی را مشاهده کردیم. باران آمد، بارانی شدید، اما آیا فکر کردند؟ بلکه برعکس، گفتند خدای ما باران را نازل کرد. فریاد می زنند و خوشحالی می کنند و می گویند بلند شو که ما برای عبادتت آمده ایم.
بالاخره بلند شد و بر زمین ایستاد و حال برای عبادت آماده شد. همه به سوی آن شتافتند. به گمانشان خدایشان شروع می کند به توزیع رحمات. هر کس به سر خدایشان برسد همه گناهانش بخشیده می شود. پس مسابقه شروع شد. نیکوکاران بالا رفتند و گناهکاران بر زمین افتادند و اورژانس آمد. اگر خداوند مردمان را به سبب ستمشان کیفر می‌داد، بر روی زمین جنبنده‌ای باقی نمی‌گذاشت. ولیکن آنان را تا مدت معین که زمان فرارسیدن مرگشان است مهلت می‌دهد و هنگامی که اجل آنان سر رسید، نه لحظه‌ای آن را پس می‌اندازند و نه لحظه‌ای آن را پیش می‌اندازند. کمرها خم شده و دخول به قبر نزدیک شده، اما جهالت دندانهای خود را تیز کرده. خدایی که با طناب بسته شده و داستانی شبیه به خیالات و توهم. تلاش کردند که به سر خدایشان برسند و فراموش کردند که این معبود ساخته دست خودشان است. خداوند می فرماید: نزدیک است آسمان‌ها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد و زمین بشکافد و کوه‌ها به شدت در هم فرو ریزد. پروردگارا چه منزهی و چقدر صبر داری. سخنم را با حدیثی به پایان می‌رسانم و بگو: مسلمانم و افتخار می‌کنم. خداوند عز و جل می فرماید: ای بندگان من، من ظلم را بر خود حرام کردم و آن را بر شما نیز حرام گردانیدم. پس به همدیگر ظلم نکنید ای بندگان من. همه شما گمراهید جز کسی که من او را هدایت کرده باشم. پس طلب هدایت کنید تا شما را هدایت فرمایم. ای بندگان من، همه شما گرسنه‌اید مگر کسی که من او را اطعام کرده باشم. بنابراین از من طلب طعام کنید تا شما را اطعام نمایم. ای بندگان من، همه شما لخت و برهنه‌اید جز کسی که من او را پوشانیده باشم. پس از من طلب پوشش کنید تا شما را بپوشانم. ای بندگان من، شما شب و روز خطا می کنید و فقط من تمام گناهان را می آمرزم. پس از من طلب آمرزش کنید تا شما را بیامرزم. ای بندگان من، شما نمی توانید به من ضرری برسانید و نمی توانید نفعی را متوجه من نمایید. ای بندگان من، اگر از اولین نفر تا آخرین نفر شما از انس و جن به روش بهترین مردمان خودتان که دارای پرهیزگارترین قلب است عمل نمایید، آن رفتار نیکوی شما چیزی بر ملک من نمی افزاید. ای بندگان من، اگر از اولین نفر تا آخرین نفر شما از انس و جن به روش بدترین مردمان خودتان که دارای گناهکارترین قلب است عمل نمایید، از ملک من چیزی نمی کاهد. ای بندگان من، اگر از اولین نفر تا آخرین نفر شما از انس و جن در یک زمین بیستند و همه آرزوهای خود را یک جا از من بخواهند و من به هر کس آرزویش را عطا کنم، این عمل از آنچه که در نزد من است چیزی نمی کاهد مگر به اندازه آبی که یک سوزن هنگام انداختن و بیرون آوردن آن در آب دریا از آن
کم می کند. ای بندگان من، هرچه که هست اعمال و کارهای شماست که من برایتان ذخیره و احسان می کنم. آنگاه پاداش و نتیجه آن را به طور کامل و تمام به شما باز می گردانم. پس اگر کسی به پاداش خیر رسید، خدا را سپاس و ستایش گوید، و اگر کسی غیر آن را یافت، جز خود کسی را ملامت و سرزنش نکند.